نشان خون اینجا هنوز هم باقی است. حمیدالله رفیعی هنوز بدترین روز زندگیش را به یاد دارد. در روز رویداد جسد راحله را از این ساعت شناختیم. راحله رفیع خواهر 18 ساله‌اش در حمله انتحاری در کابل کشته شد. راحله نه تنها یک متعلم بود بلکه نابغه ما بود. حمیدالله که به چند بهار زندگی خواهرش افتخار می کند برای یاد بود از او کتابخانه ای را به نامش ایجاد کرده است. باور کردن این برای ما بسیار مشکل است که یک عضو خانواده خود را از دست داده ایم. راحله یکی از 40 شاگردی بود که در 24 اسد 1397 در حمله انتحاری حین فراگیری درس در صنف جان باخت. راحله و اکثریت شاگردان شویه های هزاره افغانستان بودند. آنها برای کنکور آمادگی می گرفتند. او برای راهیابی به پوهنتون کابل آمادگی می گرفت تا اقتصاد بخواند. اما در آستانه امتحان کنکور، راحله که بهترین شاگرد صنف بود، نتوانست درس بخواند. شب قبل از حمله زمانی که با هم نشسته بودیم، راحله برایم گفت من در حقیقت یک نوع احساس دارم. مسئولیت حمله را گروه داعش موسوم به دولت اسلامی به دوش گرفت. تراژدی که به دنبالش دیگر راحله نبود. حمیدالله در آن روز خواهرش را در میان پارچه های گوشت مجهول الهویت جستجو می کرد. من شاهد پارچه های بدن افراد چون سر، دست، پا و دیگر اعضای وجود بودم و من در آن خواهرم را جستجو می کردم. بعد من دیدم که این ساعت مربوط راحله است. پس از آن که راحله و همسنفانش به خاک سپرده شدند، حمیدالله پر از اندوه و خشم بود. با خود فکر می کردم که در برابر طالبان و دشمنان افغانستان سلاح بردارم. بعد با خود فکر کردم که این راه حل نیست. حمیدالله با کتابچه خاطرات خواهرش دست یافت و مسیر را پیدا کرد. در کتابچه خاطراتش نوشته بود که تعلیم یگانه راه پایان بحران برای افغانستان است. پس من تلاش کردم تا این خواب او را به حقیقت مبدل کنم. حمیدالله در ماه اکتبر با بیش از $5,000 کمک خانواده و دوستانش در ماه میزان کتابخانه و مرکز تعلیمی راحله را ایجاد کرد. بازماندگان رویداد و اکثر دوستان راحله مانند انیزگل نظری اینجا به مطالعه می آیند. اینجا برایم ارزش معنوی زیاد دارم. مثلا تنها هدف اینجا باشه که بیاییم فقط کتاب مطالعه کنیم، بیاموزم یک چیز. هدف اینجا آمدن به اینجا ای است که همه دوستم یک یادگار بزرگش که به نامش ساخته شده، ما بیاییم از اینجا اینجا به بهترین شکل بتونیم مطالعه کنیم، درس بخونیم. این کتابخانه بیش از 8000 کتاب دارد و بورس های تحصیلی راحله زندگی بیش از 60 شاگرد را تغییر داده است. سکینه علیزاده میگوید او هرگز علاقمندی راحله به تعلیم را فراموش کردن نمیتواند. او همیشه میگفت که تو در زندگی بهترین بوده میتوانی، نه تنها خود بلکه همه دنیا را تغییر داده میتوانی. خاطره این حمله هنوز در ذهن برخی ها تازه است. این حمله یا این ناامنی ها هیچ تأثیری بالای اهدافم که رسیدن به خواب ها و تأمین صلح در افغانستان برای هر فرد است داشته نمیتواند. برادر راحله این را میداند که همچون مراکز هنوز هم زیر تهدیدند. هرچند افراد مسلح در برابر در این مرکز حضور دارند، اما حمید خواستار تدابیر بیشتر امنیتی برای این مرکز است. راحله wanted to get education and wanted other
راهله می خواست درس بخواند و دیگر به تعلیم دسترسی داشته باشد، چون او فکر می کرد که اگر مردم افغانستان تعلیم داشته باشند و هوشیار شوند دیگر جنگ نمی کنند، بلکه برای افغانستان باثبات کار خواهند کرد. حمیدالله امیدوار است تا این میراث از راهله باقی بماند.